مهمترین چیزاش این است که آقا این وضعیت این اینداستری که من دارم چی وارد میشم، تو این محله که من دارم بیزنس میکنم، تو اون جغرافیایی که من قرار بیزنس کنم، اون چه وضعی داره. من وقتی میخوام الان یه بیزنس داروخونه بزنم، یه رستوران بزنم، یه دونه فروشگاه زنجیره‌ای بزنم، میخوام یه کارخونه اصلا موتورسازی بزنم، ببینم جغرافیایی که قرار توش بفروشم اون کجاست. اینداستری موتورسازی خیلی خوبه، باید بشناسم کامل چه وضعی داره وضعیتشو، بعد تازه بیام اینو نرادان کنم برسونمش به اینکه چی، به اینکه تو اون جغرافیایی که من میرم، اون بومی سازی که الان آرمان گفت، تو اون بومی سازیش باید وارد بشم، چون من قراره تو این منطقه بفروشم، تو اونجایی که قراره بفروشم رو باید شناسایی محیط بکنم و اینداستری ببینم اون اینداستری من تو این محیط داره چی توش میگذره و وضعیتش چطوریه و آخرین خبرهایی که توش وجود داره چیه. رایان گفته کتاب باز کلی وقتگیری کمی دیده شما را باز میکند، چیزی یاد نمیگیرید. ببین مطالعه رو کلا جدی بگیرید، اصلا من تو شک ندارم خوبه، ولی با این وضع مطالعه سعی کنید چیزایی رو پیدا کنید که از شما کار بخواد، نه اینکه به شما اینفورمیشن بده، چون یه عالم از این اینفورمیشن ها مشکل دیگه غیر از تئوری مشکل دیگه هم داره که اصلا شما مفهوم حرفی رو که این میزنن متوجه نمیشین. من صبح داشتم این مقاله، صبح بود دیشب بود، داشتم مثلا مقاله رو نگاه می‌کردم، من مفهومش رو نمی‌فهمم چی داره میگه. من نگاه می‌کردم داره منظورش چی داره، چی صحبت می‌کنه. چرا؟ چون اصلا اون کسی هم که داره اینا رو صحبت می‌کنه مثل درست کردن، مثل علم آموزی شده، مثل اینا چیزا. مثلا ما که نمی‌دونیم جوری جره مغز کنیم که من بخوام مثلا تمام این مسیر رو اول تئوریش و بعد دوم عملی، حالا چه می‌دونم ما جرای مغز که قرار نیست بکنیم، که ما داریم بیزینس بخوایم بکنیم. اون چیزی که اونجا باید میگه اول باید قابل فهم برای یه آدم که بیزینسمنه باشه. من وقتی اون مقاله رو داشتم نگاه می‌کردم، هی دارم دنبالم که برام فهمش چیه، تو که نمیتونی فکر کنی بری تو دیکشنری بزنی با چهار تا کلمه معنی پیدا کنی که بفهمی اون چی میگه، که پس اون به درد ما نمیخوره. من اون آرتیکلی که قرار باشه با چک و لغت و فلان اینا آخرش هم نفهمم، میگم حفظ کنم برم امتحان بدم. وقتی که شما میخوای یه امتحان بدی، بله حالا من خودم یه عالمه لایسنس های مختلف دارم، بخاطر اینکه من تو امتحان دادن خیلی خوبم، که همه نمره هم خوب میشه، ولی همش چرا؟ چون کلکشو بلدم چجوری رو امتحان بدم نمره بگیرم. هیچ چیز از اون یادم نمیاد که اون چجوری، بخاطر اینکه لایسنس چون خواستم بگیرم رفتم نمرهمو گرفتم بودم. حالا الان میخوام نگاه کنم چی یاد گرفتم، میگم بابا هیچ چیز از اون یاد نگرفتم، پس به درد نمیخوره. اون روش ها خوب نیست. فرم منظورم اینه که اون منابع رو پیدا کنید که کاربردی به شما داره مسیر یاد میده. پس گفتیم اسسمنت های مختلف رو شروع میکنیم. بذار من یه چیز دیگه هم بچه ها گفتم اینم چی میگن. اگر در حسن سعیدی میگه اگر در جغرافی های متفاوت کار کنیم، بایستی بیزینس پلن های جدا تهیه کنیم یا جغرافی ها در یک پلان ببینیم. برای مثال کسب و کاری که در عراق و ایران بخواد کار کنه، چون جغرافی ها فرهنگ متفاوت دارن. خب سوال خوبیه. اون پرنده قبلی رو آرمو من ببندم، تو با این حرف که تو گفتی خوبه، بذار من پرنده رو با اینجا ببندم. البته کتاب باید مطالعه شه، نوت برداری شه و اونها رو در نظر بگیریم. همون حرفی است که من نهایش میگم، مطالعه بکنید، هر چی مطالعه کنید خیلی خوبه و سعی کنید در کارتون استفاده کنید. ببینید جغرافیا رو ما به عنوان شناسایی، به عنوان تو ریسرچ، یکی از مهمترین حرفایی که درباره‌اش فکر می‌کنیم در تمام ریسرچ‌های مختلفی که تو قسمت‌های مختلف حرفمون بهش خواهیم خورد، جغرافیا خیلی مهمه. جغرافیایی که ما اسمشو بهش میگیم تارگت مارکت. تارگت مارکت شامل جغرافی هاست، زنن، مردن، در چه سنی هن، تو چه اینکامی هن، لبل اینکامی مالیشون چقدره، زبونشون چیه، اینا میشه تارگت مارکت، اینا میشه عوامل تارگت مارکت. زمانی که شما داری هر بخشی از کارمون رو روش داریم فکر میکنیم، این تارگت مارکت مهمه. اما اینکه دوتا بیزنس پلن براش بنویسی، به یه دلیلی ممکنه تو دوتا بیزنس پلن براش بنویسی. خب زمانی که بیزینس مدل متفاوتی برای اونجا داشته باشی، تو ممکنه بیزینس پلن متفاوتی بنویسی، وگرنه اون در داخل یه دونه بیزینس پلن مشخص میتونه وارد بشه و حتی میتونه تو یه دونه مادر بیزینس پلن داشته باشی که فقط بخش‌هایش رو یه ورژنی از دلش میاد بیرون به نام ورژن عراق، ورژن ایران جداگونه داشت میاد بیرون، تحت عنوان اینکه تو در دو جغرافیای مختلف میخوای کار کنی، چون خیلیش یکیه، مگر اینکه 100% بیزینس مدلت متفاوت باشه که میره دو تا ورژن مختلف اصلا می‌نویسی. وگرنه اگر بیزینس مدل همون باشه، فقط بخش اون فرهنگی متفاوتی، تارگت مارکت متفاوتی که داری رو اینو در نقاط مختلفش تاثیر پیدا می‌کنه. یکیش اون بحث بیزینس پلن، تو بخش مارکتینگ پلنات ممکنه فرق بکنه، و یکیش هم در ویژنایی که برایش داری فکر می‌کنی. اما امید علوی چند تا برای تایتل آورده وسط که اینا رو مد نظر قرار بدی به عنوان توی ریسرچ. پس ما
یکی از چیزهای مهمی که در ریسرچ خودمون در نظر میگیریم یه اصطلاح آوردیم برایش، فرم ارزشیابی، اسسمنت. اسسمنت کاری است که ما باید بیایم خواهش می‌کنم کاری است که ما باید یه سره انجام بدیم تو مسیر فعالیت هامون و بیایم در نظر بگیریم که ما حالا که داریم میریم به عنوان یه دونه کار ارزشیابی که داریم میکنیم در تمام بخش‌های مختلفی که الان به کارمون ربط داره، به تیتر کارمون ربط داره، باید هی فرم‌های ارزشیابی متفاوت داشته باشیم یا صفحاتی رو بذاریم برای ارزشیابی متفاوت که بیاد توی بیزینس پلنمون ازش استفاده کنیم. پس تو تحقیقات یکیش میشه ارزشیابی، یک ارزشیابی صنعتی که توش هستیم، دو همه این تقریبا ارزشیابی هم که داریم صحبت میکنیم تارگت مارکت توش تأثیر مستقیم داره، تو اون کاری که داریم میکنیم این تو نوشته ها تأثیر داره. پس یک اینداستری، شغلی که داری توش میری رو آیندهشی داری نگاه میکنی یا هر وضعیت امروزشی داری نگاه میکنی، الان کجای کار چه چیزایی توش استفاده میشه، تمام اینا رو میاری توی یه دونه ارزشیابی بیزینس پلن، ارزشیابی صنعت استفاده میکنی. دومین ارزشیابی که در نظر میگیری تو کارت وضعیت کلی اقتصاد یه دونه اقتصادی است که در یه کشور وجود داره. بله، تحلیل صنعت، تحلیل اون صنعت رو انجام میدی. مثلا الان شرکت های بزرگی یه پلان کلی دارن ولی برای منطقه های مختلف ریژنال یا سیاست بازار منطقه ارائه میکنن. مثلا بحث خود رو در آمریکا و اروپا کالای مصرفی است، در خاورمیانه کالای سرمایه‌ای. بعد اون استراتژی محلی اصلا یک بحث بسیار جدیه در بیزینس پلان هایی که دارن، ولی اصولا اون استراتژیشون در حالا البته در تولید رو هم تاثیر داره، تو اونا که کار تولید میکنن هم توش موثره، ولی بیشتر شناسایی در عرضه تو مارکت، اسمشو بذار عرضه مارکت، که این عرضه مارکت مارکتینگ پلنشون رو تحت شعاع قرار میده توی هر محله به اضافه توی تولید و سرویس که دارن میدن هم میتونه مؤثر باشه که در نظر میگیرن. ارزیابی کلی اقتصاد اون جغرافیایی که داری میخوای توش وارد بشی، اون کشوری که داری توش وارد میشی و مسائل مربوط به اقتصاد اون، حالا سیاستش هم مهمه اما اسمو بذاریم اقتصاد، هر چیزی که به اقتصاد اون کشور یا اون جغرافیا اون شهری که داری توش وارد میشی باید بررسی بشه. باید بررسی کنید ببینید که این بیزینس که داری شما راه میندازی با توجه به قوانینی که تو اون کشور وجود داره، با توجه به یا اون محله که داری توش میری، قوانین شهرداری شهری که داری توش میری، با توجه به وضعیت اقتصادی محلی که توش وارد میشه و تمام اینا رو که در نظر بگیری، اونها میشه یکی از قدم‌های تصمیم‌گیری‌های تو در مراحل بعدی بیزینس پلنی که می‌نویسی. ارزشیابی صنعت و تحلیل صنعتی که کاری که می‌خوای بکنی رو انجام دادی، بعد اومدی تحلیل خدمتتون عرض شود که اقتصاد و اقتصاد اون کل اون منطقه‌ای که داری می‌خوای واردش بشی رو در نظر گرفتی و اون تحلیل رو آوردی یه تبدیلش کردی به یه فرم ارزشیابی یا نمره دادن. حتی بعضیا اینقدر خوش سلیقن که میان یه فرم‌های نمره گذاری رو درست میکنن و در نهایت مثلا فرض کن میگن این با این فرم ارزشیابی مثلا این صنعت از نظر من وضعیت صنعت در وضعیت امروز مثلا نمرش میشه 50 از 100 یا مثلا میشه 90. بعد میاد اقتصاد رو در نظر میگیره، وضعیت اقتصادی اون محیطی که میخواد بره توش یا کشوری که میخواد بره توش یا هر چی در وضعیت امروز، حالا برای یه دونه وضعیت چند سه سالش، میاد تمام آمارا رو در نظر میگیره، میاد بهش نمره میده. مجموعه نمره هایی که شما در اسسمنتتون در این ارزشیابیاتون در نظر میگیرید، مجموعه این نمره ها رو هم دیگه میشه چی؟ میشه وضعیت این نمره دهی ها برای شما تبدیل میشه به یه چی؟ به یه آماری برای تصمیم گیری مراحل بعدی که میخواین انجام بدین، کارهای بعدی که میخواین انجام بدین. یکی دیگه از وضعیت اسسمنتی که شما براتون خیلی مهمه که تو کارتون در نظر بگیرین، یکیش ارزشیابی وضعیت مالی خود شماست. یعنی شما قبل از اینکه اصلا بیایید به این سمت، با توجه به اون دوتا عامل قبلی که ارزشیابی کردین، اومدین قبلیه که چک کردین ببینید که آقا وضع مارکت، وضع صنعت چطوری، وضع مارکت چجوریه، با توجه به اینها میایید میگید که
حالا من با وضعیت مالی که دارم در سال اول، حداقل سال اول، حالا سال بعدی هم که چه بهتر که بتونی برای دو سه سال فکر کنی بهش، اما حداقلش این است که در سال اول من وضعیتم به چه شکل شمایلیه و چطوری میتونم با پولی که دارم با توجه به اون خلاصه نویسی اولی که استوری اسمشو بذاریم بیزینس استوری، از این بعد اسمشو میذاریم بیزینس استوری، بیزینس استوری که از برای خودتون نوشتین، نگاه میکنی ببینی که با پول موجودت چی کار میتونی بکنی و به کجای داستان میتونی برسی. سوال کرده حسن سعیدی میگه بیزینس پلان شرکت ها چه تفاوتی باید داشته باشن؟ برای مثال بیزینس پلان شرکت بینوری با شرکت SMI، اگر سوال هستی پاسخ بدم چون از موضوع رد شدیم. اینا با همش فرق ندارن، اینا تن بیزینس پلان از بیزینس پلان. اگر یاد باشه اونجا من یه صحبتی کردم، گفتم که استانداردها رو فراموش کنید. خیلی وقتا میگن استانداردهایی برای بیزینس پلان ها وجود داره که ما داریم میگیم بیزینس پلان، فعلا نمیگیم که شما در خیلی از بیزینس پلان ها ممکنه بعضی از این تایتل ها رو یه خورده کمتر بهش بپردازین، بعضی رو خیلی مفصل تر بهش بپردازین تو تایتل های مختلف بیزینس پلان که تمپلیت های مختلفو میبینید. تو بعضی تمپلیت ها اصلا میبینید بعضی تایتل ها اشاره نشده، آوردن مرج کردن، قاطیش کردن با یکی از تایتل های دیگه. این استاندارد ها رو شما جدی نگیرید. بنابراین یه شرکت بین المللی بیزنس پلن، یه شرکت بین المللی با یه شرکت SMI که داری میگی، یا یه شرکت مثلا خدمت درس شود که حالا اصلا یه دونه مغازه کوچولو، اینا همشون بیزنس پلن نیاز داره و با یه حالت کلی همه این حرفایی که به شما میگم توش میگنجه. ولی بعضی وقتا مسلم شما بدونید شرکت مثلا فرض کنید خودروسازی وقتی داره میخواد بیاد بیزنس پلنش رو بنویسه، بخش تحلیل صنعتش، بخشی که داره تحلیل اکونومی میکنه، بخشی که داره تحلیل تو تحلیل اقتصادی کل کشور، یه عالمه قوانین بهش اپلای میکنه، بهش میخوره که مثلا در بقالی ممکنه نخوره. اون باعث میشه که بیشتر دیپلی، خیلی بیشتر باید خورد بشه تو چی؟ تو تحلیل ها و ارزشیابی هایی که میکنه به اضافه تحقیقات که انجام میده. وگرنه عملا بیزینس پلن های اینا همشون با یک تایتل های مشخصیه، عملا فقط یکیش خیلی عمقی تر رفته تو دل قضیه تحقیقاتش و نوشتاریش با هم دیگه عملا یکی خواهد بود. یعنی تفاوتی که شما فکر بکنید به معنی که خیلی متفاوته، فقط حجمش اینا با هم دیگه تفاوت داره. میدونم منظور اسمال بیزینس ها بود. تحلیل ها فرق میکنه به اضافه تو بعضی از بخش هایی که داری مینویسی خیلی مفصل تر مینویسی، خیلی مفصل تر، یعنی چون چیزهایی که بهت میخوره مثلا ممکنه تو یکی بهش نخوره، مثلا ممکنه که حتما نمیتونه، مثلا همون قوانین که به شما گفتم، یکی شاله که از مهمی که در بیزینس پلن بهش برمیخوره بحث ریسکه، ریسکای بیزینس. بعد اون ریسکای بیزینس اصلا توی کارخونه و نمیدونم توی بیزینس های بزرگتر یه داستان دیگه میشه. یه جای SME که مثلا گفتی به عنوان اسمال و میدیوم بیزینس ها، اینا اسمال بیزینس ها به شدت درگیری های قانونی کمتر و کوچولوتری توش درگیری دارن. خب پس ارزشیابی های متعددی رو میکنیم، هرچی عوامل داخلی و خارجی اون بیزینس بیشتر باشه، بیزینس پلن مفصل تری داره. 100% 100%. اصلا یکی از دلایلی که شما اون بیزینس استوری رو در اولش مینویسی این است که یه شمای کلی به شما میده که شما درگیر چه مسائلی هستی. بعد وقتی که تایتل ها رو میای نگاه میکنی، تایتل های اصلا بیزینس پلن رو به همین دلیل داری مینویسی، چون بیزینس پلن رو وقتی داری مینویسی نگاه میکنی میبینی یه تایتل میبینی انقدی هم اینوالومنت با هزار تا چیز نداره به خاطر بیزینست، بعد یه بیزینس دیگه همون تایتل رو میبینه واو چقدر مسائل باش درگیره و باید بذاره. این بیزینس پلن نوشتن اصلا یکیش همینه، به خاطر اینکه چی؟ کلیرلی، یعنی به خیلی واضح نقشه راه خودتو بدونی کجای کاری. این یعنی همه این حرفا که شما میزنید، یعنی همین، این یعنی نیاز اینکه یه بیزینس پلن وجود داره، نیازش به اضافه اینکه بیزینس پلن چه نیازهایی رو از ما برطرف میکنه وقتی که نوشته میشه و میاد داخل کار. نکته دیگه رو که شما توی شورت استوری، توی اون بیزنس استوری کار خودت رعایت کردید و نوشتی این بوده که یه اشارهی کردی در مسیری که میخوای چجوری خودت رو معرفی کنی، برند کنی، بازاریابی کنی، دربارش اینها رو آوردی و در طول مسیر اومدی برای خودت یه
توی بخشایش که میرسی اونو اکسپند میکنی، بازش میکنی که چه کارهایی میخوای بکنی، با چه پلنهای مارکتینگی داری برای گسترش بیزینس خودت. همیشه یادتون باشه که مارکتینگ چسبیده به چی؟ بیزینس دیولپمنت. بیزینس دیولپمنت یعنی گسترش بیزینس، رشد بیزینس، همیشه وصله به مارکتینگ. این دوتا با هم چسبیدن. یعنی ابزار اصلی بیزینس دیولپ چیه؟ این و ابزار اصلی بیزینس دیولپمنت این مارکتینگ پلنی است که شما روش داری کار میکنی و روی اون نقشه میکشی که چطوری کارت رو جلو ببری. خب توی حسن سعیدی میگه تو ایران نقشه راه رو تهیه میکنم و مشکلی وجود داره و اونی که فردا میابیم بیرون جاده تفاوت کرد. خب اون یه اونو میذاری جزو یکی از چیزهایی که تو بیزینس پلن من خودم همیشه میگم آقا واجبه، اما تو استانداردها به این شکل، تو استانداردهای تمپلیتانیز همین است که تو داری به شوخی میگی. یعنی اینکه شما باید یه لیستی داشته باشی از عوامل متغیر، عوامل مشکلاتی که اصلا یه تایتلی رو الان شما که عملا این همچین تایتلی شاید در هیچ بیزینس پلنی عملا نبینی، ولی لازمش این است که من اینو جزء همین که الان رایان گفت تو بخش ریسک بیزینس میتونی بذاری، میتونی بذاریش به عنوان عوامل پیشبینی نشده به قول شوبر. چیزایی رو که حد اکثری که به ذهنتون میرسه تو کشوری که داری زندگی میکنی یه عالمه چیز آدم نگاه میکنه میبینه که میتونه اینا موثر باشن، اینا رو میاره تو اون لیست مشکلات، اسمشو بذاره لیست